بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان عزیزی که امروز هم بزرگواری کردین و برنامه موعود در اسلام را نگاه میکنید. در این عصر زیبای جمعه افتخار داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم، با این امید که انشالله این جمعه جمعه پایان انتظار ما باشه و انشالله ظهور حضرت محقق شود. علاقه قلبی همه شما عزیزان هم همی هست که خداوند عمر عنایت بکنه و ظهورش را شاهد باشیم و حضورشان را درک بکنیم و از محضرشان استفاده بکنیم. اما گاهی وقتا ممکن است برخلاف میل ما بعضی اتفاقات بیفته، بنابر دلایلی که هست ممکن است اونقدر عمر نداشته باشیم که حضرت ولی عصر و زمان را درک بکنیم، و از اون طرف خیلی هم دوست داریم که در خدمت ایشان باشیم، در رکابشان باشیم. آیا راهکاری هم برای ما هست؟ آیا شعاره مقدس راهی را برای ما بر او عده کسانی که توفیق درک حضرت حجت را و دیدارشان را ندارند آیا محقق کرده یا در نظر گرفته؟ امروز با استفاده از درس‌های دعای عهد یا فرازهای والایی که در ادعای نهفته است می‌خوایم در همین راستا صحبت بکنیم و به همین سوالات پاسخ ارائه بکنیم. انشاءالله که تا پایان برنامه ما همراه باشید و برنامه را نگاه بکنید. درود بر شما عزیزان. همونطوری که اشاره کردیم علاقه و اشتیاق قلبی و هدف هر مسلمانی ای هست که انشالله حضرت حجت را درک بکنه و او روزی که ایشان ظهور میکنند و بر دیوار کعبه تکیه میزنه و میفرماید که انا بقیت الله، او لحظه را درک بکنیم. انشالله به این هدف من برسیم و در دعای عهد هم مثل دعاهای دیگر در فرازهایش داریم در قسمتی از این دعا که دعا کننده خداوند از خداوند می طلبه که خدای به می توفیق را عنایت بگو که از جمله انصار حضرت ولی عصر و زمان باشیم. در این راستا ان شاء الله صحبت میکنیم در خدمت برادر بزرگوارمان استاد سید مهدی حسینی هستیم. استاد خدمت شما عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدید به برنامه. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما و همکارای گرامی شما، سپاسگزار هستیم. استادی که در فرازهای دعای عهد مثل بعضی از ادعیه دیگر از منتظر خواسته شده یا به عبارت منتظر در مقام خواست و طلب از خداوند متعال میخواه که این توفیق را برش عنایت بکنه که حضرت حجت را یاری برسانه و در رکاب یارانش و در زمره یارانش باشه، این چه اهمیتی داره و چطور میتونه به این حالت برسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نکته خوب را اشاره فرمودین. همون قسم که در دعا هم نکاتی نهفته است که ما به عنوان یک منتظر واقعی وقتی این جملات به زبان بیان میکنیم، یکی از قسمتهای دعا خواست انسان منتظر از خدای متعال است که میفرماید در این قسمتی از دعا اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره، خدای ما را از جمله یاران و انصار اون حضرت قرار بده. این خواستی است که در دعای عهد انسان منتظر با خدایش در میان میگذاره. و چند تا نکته اساسی که در این قسمت دعا انسان میتونه تلقی بکنه و بعد دست بیاره اینه که اولا ما وقتی حضرت میخواهیم که به عنوان یار و یاورش باشیم، چرا؟ چون حضرت داعی الله هست. در قسمتی از دعاهایی که منسوب به حضرت هم است وقتی که ما میخوانیم السلام علیک یا داعی الله، ما میگیم که خدایا وقتی ما ولی عهد را اطاعت میکنیم و به عنوان یار و یاور میخواهیم قلمداد شویم، چون یار بودن حضرت و یاری کننده حضرت در حقیقت میخواهد که خدای متعال را از طریق اطاعت ولی عهد عبودیت و بندگی را کمایی کنه. پس یاد حضرت در حقیقت در مسیر عبودیت و بندگی خدا قرار میگیره. و نکته دومی که در قسمت دعا ما را در حقیقت یک درس است، یک آموزندگی است برای ما، این جمله هست که ما وقتی حضرت میخواهیم یک نوع احساسی امید و حالت انتظار را داریم در خود ایجاد میکنیم. میگم خدایا این توفیق برای ما عنایت بفرما که از جمله یاوران حضرت باشیم و این عالم ظلمانی و تاریکی هایی که فعلا جامعه بشری را گرفته تحت تأثیر خود قرار داده و فعلا انواع ظلم ها و انواع طغیانگری ها بالای جامعه بشری مخصوصا در جوامع اسلامی وقتی که ما ملاحظه میکنیم، نه تنها کشوری افغانستان و در سایر ممالک اسلامی وقتی میبینیم،
ملت مسلمان با انواع گرفتاری ها و ظلمه های از ناحیه کفار و منافقین اینا داره دست و پنجه نرم میکنه. یک انسان منتظر با این خواست خود و با این تقاضای خود میخواهد که ای را عرض بکنه پیشگاه خدای عالم که خدای عالم، من مطمئنم که امروز اگر ما با انواع ظلمه ها و نابسامانی ها دارم دست و پنجه نرم میکنم، ولی هیچ وقتی مرا یأس و ناامیدی فرا نمیگیره. میدانم که روز طلوع خورشید عدل و حق طلوع خواهد کرد، این خورشید روز خواهد نورافشانی خواهد کرد و این روز این خورشید تمام عالم را فرا خواهد گرفت. میدانم که الان شب تاریک داره مرا اسیر گرفته، ظلمها و تعدیها انمان قسمی که در گذشته ها بوده و در قرنه های متمادی، خب فرعونیان زمان در هر عصر و زمان فرعون های روزگار بوده، ظالمین بوده که انواع ظلمها و شکنجه ها را بالای مردم فرود می آوردن و تحمیل می کردن. انسان منتظر با این جمله ای از دعا می خواهد که بگم من هیچ وقتی ناامید نمیشم. درست است که الان من در تاریکی به سر می برم، ظلمها داره مرا تهدید میکنن، خب طاغین و طغیانگران روزگار و ظلم کنندگان داره بالای من ظلم میکنه، ولی هیچ وقتی من از حرکت باز نمیمانم و ایست نمیکنم و توقف نمیکنم. میدانم که وعده الهی حق است و او وعده ای که در قرآن داده، لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، یعنی خدای عالم در قرآنش وعده داده که روزی حکومت اسلامی جهانی خواهد شد. و انسان منتظر با این جمله از دعا میخواهد که برای خود احساس امیدواری را زنده کنه، یعنی میخواهد امیدواری را در خود احیا کنه و زنده بداره که ما هرچی ظلمه ها بالای ما تحمل شد، ولی تلاش و سعیمان را داریم برای اینکه زمینه را مساعد بکنیم برای که جامعه را جامعه مهدوی بسازیم. این نکته دوم. نکته سومی که این قسمتی از دعا برای ما درس میدن، میگه ما اگر بیاییم به عنوان یار و یاور حضرت حساب شویم، باید از خودمان شروع کنیم، اصلاح خودمان را و اصلاحگری کنیم و خودمان را صالح بسازیم و از طریق اصلاحگری خودمان وقتی خودمان شایسته شدیم، این قدرت و این ظرفیت و استعداد خدای متعال قطعا به اساس اعمال شایسته‌ای که انجام میدیم برای ما ایجاد میکنه تا بتوانیم محیطمان را هم اصلاح کنیم. چون یک انسان منتظر امان قسمی که در صدد اصلاحات خودشان هست، قطعا در صدد اصلاحات محیط خود هم خواهد بود. چرا؟ یک انسان منتظر امان قسمی که خود را در مقابل خدای عالم مسئول احساس میکنه، خانوادهش را هم کوشش میکنه که اصلاح کنن. قطعا در مقابل مشکلات و نابسامانی ها بی تفاوت نیست، یعنی خود را به عنوان یک انسان بی مسئولیت احساس نمیکنه، چون میدانه که او شخصی را که من انتظار او را دارم، او داره جهانی کار میکنن، او داره جهانی عمل میکنن، حکومتی او حکومتی فراگیره. ولی وقتی منی که میخواهم به عنوان منتظر باشم، تنها به خود نمیپردازم، میخواهم زمینه حکومت جهانی اون حضرت را هم هموار بسازم. در صورتی میسر میشه که ما بتوانیم به عنوان یک مصلحگری واقعی کار کنیم و تلاش کنیم که بیاییم از خودمان شروع کنیم، خانواده ایمان را شروع کنیم، کم کم به تدریج محیط ایمان را سالم بسازیم. حتی ممکنه ما فرازمانی و فرامکانی و فراکشوری باید فکر کنیم. یعنی منتظر واقعی نه تنها که به کشور خود میاندیشه که حتی فراکشوری هم میاندیشه. چون ما داریم در روایات میگه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این کلمه کلمه مطلق است. میگه کسی که شب را به صبح بیاره و به امور مسلمین اهمیت قائل نشه و او مسلمان نیست. لذا ما اگر میبینیم یک مسلمان در دورترین نقطه دنیا تحت شکنجه قرار میگیره، احساس مسلمانیت برای ما باید ای احساس مسئولیت زنده کنه که ما بیایم در مقابل ظالمینی که بالای مسلمان ها ظلم میکنه بی تفاوت نباشیم. لذا انتظار یکی از خاصیتش اینه که ما را اصلاح میکنه و ما را آماده میکنه تا ما دعا، وقتی که دعا میکنیم این دعا
وقتی که دعا میکنیم، دعا نیازی به ای داره که ما در مرحله عمل هم باید گام های عملی برداریم. اللهم اجعل من اعوانه و انصاره و ضابین ان. وقتی ما به عنوان مدافع حضرت قرار میگیریم، ما میبینیم که ما از چه شخصیتی داریم دفاع میکنیم، شخصیتی که او مورد توجهات و عنایات پروردگار عالم است. اما ما اگر بخواهیم متصلی به این کاروان شویم، در رکاب حضرت جان نثاری کنیم، باید به خود ظرفیت ایجاد کنیم. درود خداوند بر شما استاد. خیلی مطالب ارزنده ای را اشاره کردیم. هر مسلمان و هر منتظری دوست داره و از آرزوهای بزرگش همی هست که در رکاب حضرت ولی عصر و زمان باشه و سربازش باشه. بعد به هر حال مسئولیت های هم متوجهش هست قبل از ظهور و همچنین وقتی که او حالت اتفاق میفته و حضرت حجت انشاءالله ظهور میکنن. استاد عزیز، در این لابلا این نکته را هم اشاره بکنیم، پیرو صحبت های حضرت علی، ظهور و ظاهر شدن حضرت حجت و قیامشان وعده الهی است و محقق شدنی هست بخواهیم نخواهیم. اما اون فردی زرنگ هست که خودش را به این قافله میرسانه. اگر ما خودمان را نرسانیم و از قافله جا بمانیم، چیزی از ارزش های حضرت حجت و مکتب دین اسلام کم نمیشه، ضرر نهایی را خود ما کردیم. با این دید هم اگر ببینیم، ما قطعا باید بیشتر از پیش و همه هم و غم ما این باشه که خودمان را طوری عیار بسازیم، زندگیمان را بر مدار حضرت حجت و اهدافشان طوری مدار عیار بسازیم که به هر حال این توفیق را پیدا بکنیم که ایشان را درک کنیم. از شما سپاسگزاری میکنیم استاد. انشاءالله بازم خدمتتان برمیگردیم و مطالبی را از حضرت علی انشاءالله خواهیم آموخت. همراهان عزیز، از شما عزیزانم به خاطر نگاه هایتان سپاسگزاری میکنیم. انشاءالله که نگاه مهربانانه پدر مهربان همه ما حضرت حجت به برنامه باشه و شامل حال همه شما عزیزان باشه. بیان برنامه رو با هم ببینیم و باز هم برمیگردیم، بیشتر در مورد دعای عهد و درس های نهفته در اون صحبت خواهیم کرد. درود خداوند بر شما عزیزان. انشالله که بنده حقیر، مهمان برنامه، عوامل محترم برنامه که همیشه زحمت میکشن را از دعای خیرتان فراموش نکنید و مخصوصا ملتمسین به دعا که به شما عزیزان رو میزنن و ما بارها گفتن که به شما عزیزان برسانیم که در حقشان حتما دعا بکنید. در مورد دعای عهد و درسهای نهفته در روز صحبت میکنیم. رسیدیم به فرازهایی که دعا کننده از خداوند متعال میطلبه که خدایا اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، مرا از جمله یاران و انصار حضرت حجت قرار بده. شاید این دعا به هدف اجابت نرسه، ممکن است گاهی وقتا این امر محقق نشه، عمرمان کفاف نده یا به هر دلیل ایشان را درک نکنیم و قبل از اینکه ایشان ظهور بکنن ما رخت ببندیم و رحلت بکنیم و بریم و دنیا. اینجا آیا راه حلی هست که باز هم امید و روزنه‌ای هست که حضرت حجت را ببینیم و درکش کنیم و خدمتی کرده باشیم و اون برکتی را که با ظهور ایشان محقق میشه وقتی دست روی منتظران و روی پیروان خودش قرار میده، عقلها انکشاف پیدا میکنه و اون اوصاف زیبایی که در مورد دولت کریمه ایشان خواندیم و شنیدیم زیاد، آیا امکانش هست با وجودی که عمر به ما نارفیقی میکنه و به پایان میرسه، آیا امکان این هم وجود داره که دوباره ایشان را زیارت بکنیم و مشرف شویم؟ استاد، این سوال را میخوام از شما پاسخش را بدانید. سوال خوبی کردین جناب دکتر. عرض کنم خدمت شما که در این قسمت دعا هم به همین نکته ای که شما اشاره فرمودین، دقیقاً شخص دعا کننده این جمله را هم به زبان میاره که میفرماید اللهم ان حال بین بینه الموت، خدایا اگر بین من و بین ظهور حضرت و درک حضرت اگر مرگ فاصله ایجاد شد، خب فخرجن من قبر معتذرن کفنی، مرا از قبرم خارج کن، در حالی که کفنم به دوشم و کمرم هم برای یاری حضرت بسته باشه. این قسمتی از دعا در حقیقت یکی از خصوصیات دیگری شخص منتظر را بیان میکنه که شخص منتظر پدیده مرگ را یک امر قطعی و حتمی میداند و در حقیقت خود یادآوری مرگ آثاری که داره، یکی از آثاری که داره به اصلاحات انسان منجر میشه. این از سفارشات لقمان حکیم هم هست که برای فرزندش نقل شده در تاریخ که برای فرزندش یکی از سفارشاتی که میکنه میگه فرزندم مرگ و مردن رو از یاد نبر. و تأکیدات ائمه معصومین علیهم الصلاة و السلام بیشتر روی این مسئله بوده،
حالا روایت فراوانی داریم از حضرت علی علیه السلام جمله ای داره که الموت یعتی بغتتن و القبر صندوق العمل، مرگ ناگهانی فرا می رسن و شما هم می مانید و اعمالتان قبر هم به عنوان صندوق عمله. این در حقیقت یک هشداره. وقتی قرآن از مرگ صحبت میکنه و روایات هم تأکید میکنه روی مرگ، شما مرگ را فراموش نکنید، برای که این یادآوری مرگ به اصلاحات شما میانجامه، یعنی شما را وادار میکنه که شما به اعمال خود رسیدگی بکنید که روز من از این عالم رخت میبندم و این دار فانی را وداع میکنم و میرم به سرای همیشگی و جاودانه و میورای این برزخون الیوم یبعثون. بعدم قرآن میفرماید که شما وقتی که رفتین در برزخ قرار میگیرید تا روزی که برانگیخته شوید. لذا شخصی منتظر این پدیده مرگ رو نظر به آیات و روایات قطعی و حتمی میدانه، خب این انسان منتظر هم باور داره که خدایا اگر عمر من برای من وفا نکرد، روزی از این دنیا بروم و حضرت را درک نکنم، بعد تقاضا میکنه که باز هم خدای عالم تو قادر مطلق هستی، یعنی این توان داره که زمینه ظهور حضرت فراهم شده که در این دنیا به عنوان یار و یاور حضرت قرار بگیرم که خودش یک امتیازه، یک لیاقت و شایستگی میخواهد. اگر عمر من کفاف نکنه و زمان ظهور حضرت درک نکنم، چون زمان ظهور حضرت شاید خود حضرت هم ندانه، او را خود خدای عالم میدانه که چه زمانی بالاخره زمینه ظهور فراهم میشه و چی زمان جامعه ظرفیت برش ایجاد میشه. یک تشبیه خیلی جالب کرده بعض از بزرگان، میگه شما ببینین یک کسی میایه میخواد ارائه خدمات بکنه، بله. در یک جایی که تاریکی است چند تا گروپ یا لامپ رو روشن میکنه که مردم از این روشنی استفاده کنه. اگر انسانهای متخلف و ضرر رسان بیایم این گروپ ها رو بشکنه، چندین بار همی کسی که ارائه خدمات میکنه دوباره بیاره این گروپ ها رو فعال کنن، تا 11 مرتبه همی کار بکنه، آخر میگه برای که اینا اصلاح شد و اینا رو در تاریکی باید نگه دارن. ما هم اگر بیاییم یک دقتی به احوال معصومین علیه السلام بنماییم، دقیقا اینمی خاصیتی که یک روشنگر یک نورافغان در جامعه داره نورافشانی میکنه ائمه معصومین همین خصوصیت داره. اما خط رسالت اینا ادامه میدن، اما هدایاتی که پیغمبر برای جامعه داره ائمه معصومین همی هدایات داره، ولی وقتی که میبینه جامعه از اینا رو گردان میشه، کم کم یک تعدادی میاد تخلف میکنن، نه تنها که اینا را قدرشون نمیشناسه بلکه اهانتی به اینها میکنه. خب ما در تاریخ داریم وقتی که زندگانی ائمه معصومین علیه السلام اینا رو بررسی میکنیم، انواع ظلم ها و تعدی ها به اینها شدن. حتی در یکی از ائمه معصومین امام صادق علیه السلام که ابو حنیفه علیه الرحمه که از شاگردانش بوده، به خاطر شکنجه ای که امام صادق علیه السلام شدن، بعد میگه ابو حنیفه به خاطر دفاع در زندان رفتن. اینا نشان دهنده اینه که شکنجه ها زیاد بودن، ولی تا اینکه به امام 11 هم میرسه، بعد میگه ما اگر به یک تشبیه بکنیم مثل امی روشن کردن گروپ میمونه. او کسی که روی خدمات میکنه میگه شما قدر نشناختید، الان میخوام شما رو در تاریکی نگه دارم، روشنی را شما میگیرم تا دوباره شما اصلاح شوید و خود شما تقاضا کنید که اللهم عجل لولی کالفرج، خدایا این نور برای ما برسان. یعنی از این منظر ما اگر ببینیم باید جامعه ظرفیت برایش ایجاد شود و این حالت انتظار برایش به وجود بیایه که امو قسمی که یک انسان علاقه داره که از تاریکی نجات پیدا بکنه، روشنی را درک بکنه، یک جامعه منتظر هم اگر اینمی قسم حالت برش ایجاد نشه، ممکنه ما دست پیدا نکنیم به حضور حضرت. لذا ما نیاز به ای داریم که بیاییم خودمون را اصلاح کنیم تا زمینه ظهور حضرت فراهم شود. خب حالا نکته ای که میخواستم عرض کنم این بودن که شاید خدای عالم خودش بدانه که چی زمان جامعه ظرفیت و استعداد ظهور حضرت بالاخره برش فراهم میشه که زمینه ظهور فراهم شود و مردم لیاقت دسترسی به حضرت پیدا بکنه، لیاقت ایره پیدا بکنه که یک نور بیایه و این نور دوباره نش کنه. خب حالا وقتی که ما اگر ببینیم جامعه ایمان آمادگی نداشته باشه و شاید عمر ما هم کفاف نکنه که زمینه ظهور حضرت فراهم شود و ما حضرت مستقیما بالمباشر درک بکنیم، تقاضا میکنیم از خدا، میگم خدایا اگر ما نتوانستیم در دنیا عمرمان برای من وفا نکرد حضرت درک بکنیم،
اللهم این حال بینی و بینه الموت، اگر مرگ بین من و حضرت فاصله ایجاد شد، از خدا تقاضا میکنیم که فخرج نمین قبری، ما را از قبرم خارج کن، که بحث رجعت پیش میآید که بازگشت دوباره یک تعداد انسانهای صالح و شایسته، که البته بعضی حتی با آیه قرآن استدلال کرده که حتی از بعضی آیات قرآن هم به دست میآید که مسئله رجعت یکی از معتقدات مسلم مسلمان ها هست و روایات فراوان در این قسمت وجود داره که بالاخره الله قدر متیقن با توجه به روایاتی که بزرگان اهل تشیع مثل شیخ مفید رحمت الله علیه ذکر کردن، که از مجموع روایات ما به این قطع و یقین میرسیم که یکی از کسانی که برمیگرده حضرت علی علیه السلام است و دیگرش حضرت امام حسین علیه السلام است. به هر صورت اگر ما بیاییم برای خود یک ظرفیت ایجاد بکنیم، این لیاقت شایستگی را پیدا بکنیم که در او زمانی که حضرت ظهور میکنه، اگر فاصله زمان زیاد شود که ما نتوانیم حضرت درک بکنیم، باید از خدا تقاضا بکنیم که خدایا این ظرفیت و شایستگی را برای ما عطا بکن که او زمان درک بکنیم که اگر از دنیا رفتیم زم حضرت ظهور کرد، ما از قبرهای ما خارج شویم و شمشیر به دست بگیریم و در رکاب حضرت جان نثاری کنیم. خیلی زیبا استاد، در این ادامه دعا داریم که همونطور که اشاره کردین، شاهرن سیفی شمشیرم آماده باشه، بیان و نشان از تبرع یا دشمن دانستن دشمنان خداوند به خاطر رضای خدا و دشمنی کردن با دشمنانشان هست. استاد عزیز، شاید سوال مطرح شود، همه میخواهند که حضرت را درک بکنن، اما راه حل دیگه‌ای که اگر بنابر وقوع مرگ نتونست حضرت را درک بکنه، راهکار بعدیش رجعت هست. خب این رجعت چطور محقق میشه؟ یعنی انسان چه کار باید بکنه که در جمله رجعت کنندگان باشه؟ آیا صرف دعا کافی است یا نه کار عملی هم در کنارش باید بکنه؟ یقینا دعا، اما قسمی که در روایات آمده، دعا مخ العباده هست. خیلی از تقدیراتی که بنا است به انسان حالا مقدر شده از جانب پروردگار عالم، توسط دعا میتونه انسان تغییر بده. لذا دعا نقش اساسی خود داره، منتها دعا به تنهایی کفایت نمیکنه. یعنی وقتی که ما دعا میکنیم زبانی هست و این جمله‌ای که به زبان میگیم اللهم اجعل من انصار و اوانه، این رو باید در عمل هم پیاده بکنیم. ما همون قسمی که خدمت شما عرض کردم، ما نیاز داریم که به اصلاحات عملی خود بپردازیم. حضرت به ما نیازی ندارن، حضرت ممکنه فوق العاده از طرف خدای متعال نصرت و یاری شامل حالش شد و شاید افراد و اشخاصی باشه که حضرت یاوری کنه. حالا 313 نفری که در روایات نقل شده که از جمله یاوران حضرت است، واقعا اینا از یک خصوصیات بسیار برجسته برخوردارن که واقعا اگه انسان اگه بخواه به عنوان منتظر واقعی و یار و یاور واقعی محسوب شد، خیلی تلاش باید بکنه. به هر صورت ما باید تلاش هایمون را داشته باشیم. یک تشبیه خیلی جالبی شده، میگه خب حالا حضرت به ما که نیازی ندارن، ما به حضرت نیاز داریم. میگه مثل این میمونه که خورشید نورافگنی میکنن، شعاعش را در تمام عالم پخش میکنه، اما ممکنه فرد باشه که خانه خود را در طرف خورشید قرار ندن، پشت به خورشید فرض کنیم خانه خود را ساخته. حالا اگر شعاع آفتاب در درون خانه این نمیتابه، نفوذ نمیکنه، مقصر کیست؟ مقصر کسی است که خودی از این آدم آمده خانه خود را پشت به خورشید ساخته. یعنی حضرت نورافشانی خود میکنه، نورافگنی خود میکنه، اما بستگی به این داره که ما بیاییم ظرفیت وجودی خودمان را مستعد بسازیم، آماده بسازیم که نور و شعاع و هدایات حضرت شامل خودمان بسازیم، و این در صورت مساعد میشه، در صورتی به ما میسر میشه که ما بپردازیم و کارهای صالح و شایسته‌ای که او روایت کم خدمت شما خواندم که از حضرت امام صادق علیه السلام برای شخصی منتظر بیان بفرمایه، میگه شخصی اگر بخواهد منتظر بمانه، او باید چند خصوصیت داشته باشه. تقوای الهی را داشته باشه، که همون انجام واجبات و ترک محرمات، اعمال صالح و اخلاق حسنه. این خصوصیات اگر داشته باشیم، ما میتونیم ادعا بکنیم که ما به عنوان منتظر واقعی اون حضرت هستیم، و الا اگر این خصوصیات در خود ما ایجاد نکنیم و خود متصف به این اوصاف نسازیم،
ممکنه که ما محروم شویم از فیوزات و برکاتی که بنا هست به ما به عنوان یک منتظر واقع برسند. خیلی ممنون استاد، سپاسگزاری میکنیم. مطلب ارزشمندی را امروز از حضرت علی مختم، خیلی از مطالبش تازگی داشت و راهکارهای عملی هم ارائه شد. انشاءالله که این قلیل بیان معارف از همگی بریاخ قبول باشه. از حضرت علی هم سپاسگزاری میکنیم. استاد ممنون شما. همراهان عزیز، از نگاه های ارزشمند شما عزیزان هم تشکر میکنیم و خوشحال هستیم که امروز همی افتخار را داشتیم که برنامه ای را تحت عنوان موعود در اسلام خدمت شما عزیزان باشیم، در مورد دعای عهد صحبت بکنیم. انشاءالله دعا بکنیم در حق همدیگر که لیاقت پیروی از حضرت حجت را و لیاقت اطاعت از خداوند متعال را داشته باشیم، چون دعا کردن در حق همدیگر است که به هدف اجابت میرسه. و در کنار ازی با توجه به اوضاعی که فعلا در محیط شاهدش هستیم، دستگیری از نیازمندان امت را هم مد نظر داشته باشیم به نیت فرج حضرت حجت ارواحنا له الفدا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.